به 60 دقیقه خوش آمدید سر خط خبرها. دخالت رهبر ایران در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، آیت الله خامنه ای خواستار اصلاح قانون شد. همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون رو جوری ترتیب بدن اصلاح کنن که این اشکالات دیگه پیش نیاد، مجبور نشن که به اجازه رهبری متوسل بشن. بررسی آزمایش موشک ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده آمریکا از اعضا خواست که تهران را محکوم کنند. در بخش صدزن این برنامه، اجازه ورود محدود زنان به ورزشگاه ها، نمایشی برای قانع کردن فیفا یا گام نخست برای رسیدن به حقی طبیعی، و گفتگو با زنی که سقف شیشه ریاست بر یکی از بزرگترین موزه های آلمان را شکست. سلام، من مجید افشار هستم. قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ایران، قانونی که به تازگی تصویب شده و بر اساس آن افراد بازنشسته اجازه ادامه کار در نهادهای دولتی و وابسته به دولت را ندارند. ترکش این قانون به بسیاری از مدیران خورد، از جمله محمد علی افشانی، شهردار سابق تهران. حالا اما رهبر ایران گفته در مواردی برای برخی مدیرانی که یا شخصا میشناخته یا به آنها اعتماد داشته مجوز داده که در مقامشان بمانند. اکثرا مدیرانی در سازمان‌های تحت نظارت خود او، صدا و سیما، قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت‌های اطلاعات، نفت، بهداشت و سازمان انرژی اتمی. رهبر ایران می‌گوید که این قانون اشکال دارد و به همین دلیل ولی فقیه مجبور به مداخله شده. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از مهرزاد کهنروز. ایران با 80 میلیون جمعیت جامعه است جوان. جوان کار می‌خواهد، کار هم نایاب. دولت می‌گوید 3 میلیون نفر بیکارند. بنابر آمارهای دیگر بین 6 تا 10 میلیون کارها دست کیست؟ ایران سال 97 بخش عمده ای از منصب‌هایش را در دست نسل دهه 30 و 40 می‌بیند. مثلا کابینه حسن روحانی، دولت 12 ایران، میانگین سن 58 سال، پیرترین کابینه بعد از انقلاب. این کاریکاتور را ببینید، مدیری که از پشت میزش کنار نمی رود و به زور او را می برند. به قول محمد رضا با هنر، فقط اسرائیل می تواند بعضی ها را از میزشان جدا کند. چند وقتی است قانونی تصویب شده با نام ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، خطری برای آنان که پست های مهمی را در ایران در دست دارند. یکی از اصول پیشرفت هر جامعه ای ترکیب جوانگرایی و تجربه و گردش نخبگان تو سطح مدیریتی کشوره. 50% جمعیت کشور رو جوانها تشکیل میدن که بیشترین درصد بیکاری هم برای این قشره. یکی از راهکارهای حل این مضل جایگزینی نیروهای جوان با بازنشسته هاست. دیوان محاسبات میگوید حدود 2000 مدیر بازنشسته باید بروند. کمپینی درست شده به نام کمپین خداحافظی. متاسفانه تو این قانون صراحتاً به جایگزینی مدیران بازنشسته و به کارگیری جوانان اشاره‌ای نشده و این نگرانی وجود داره که برخی آشنایان و اقوام مدیران گذشته جایگزین اونا بشن، در صورتی که معیار انتخاب فرد جایگزین باید شایسته سالاری باشه. در پویش وقت خداحافظی به دنبال ایجاد یک مطالبه عمومی هستیم تا بتونیم به اجرای سریع و صحیح این قانون کمک کنیم. شعار این کمپین این است: دود لزومان هم از کنده بلند نمی شود. اما همین قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان استثناءها را به عهده رهبر جمهوری اسلامی ایران گذاشته. این برادرمون نسبت به اینکه حالا یک چیزی رو به ما نسبت میدن که ایشون نمیپسنده ناراحته، منتها اشغالش این بود که سر من داد میکشید. آیت الله علی خامنه ای هم روایتی گفته از جوان طلبه ای که از روند بازگشت شمالی از بازنشستگان به مسند شاکی بود. چرا داد میکشید؟ حالا به هر حال با خواستیم از ایشون هم معذرت خواهی کنیم که اگر ما هم خیلی خوب ما هم از شما معذرت بخواهیم. اطلاق قانون اطلاق درستی نیست، یعنی این که هر بازنشسته ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست. خب حالا مسئول اون مدیر چه کار کنه برخلاف قانون؟ اینجا به فکر
ولایت فقیه میفتن که بالاخره ولی فقیه اجازه بده. میان از ما سوال میکنن، ما مواردی رو، بنده که نمیشناسم هم اینایی که میان سوال میکنن، مگر بعضی معدودشون رو ممکنه دو نفر سه نفرشون رو بشناسیم، معدودی از اونها رو میشناسیم، اونا هم که نمیشناسیم اگر به اون مدیر اعتماد داشته باشیم قبول میکنیم. هر قدر جامعه ایران جوان است، رهبران آن پا به سن گذاشته و سال خوردند. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، متولد فروردین 1318، 79 ساله. یکی دیگر از شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی ایران، احمد جنتی است. دبیر شورای نگهبان، رئیس مجلس خبرگان رهبری، پست‌های مهم و تعیین کننده. آقای جنتی متولد 1305 است، 92 ساله. شخصیت دیگر محمود هاشمی شاهرودی، رئیس هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه. او رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست. متولد مرداد 1327، 70 سال دارد. حسن روحانی، شخصیتی که دهه هاست در رده بالای ساختار امنیتی نظام بوده. او رئیس جمهوری ایران است. متولد آبان 1327، 70 سال دارد. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، متولد خرداد 1336، 61 ساله و برادرش صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، متولد اسفند 1339، 53 ساله، 4 سال از برادرش کوچکتر. به نام خدا. سلام. برای بچه‌های تمام رخ امروز سراغ یه موضوع داغ دیگه توی جامعه رفتن. قانون منع به کارگیری بازنشستگان که همین تازگی توی مجلس تصویب شده. یه عده بالاخره اومدن گفتن که آقا جان قبول که نسل 34 خیلی خوب، خیلی عالی، اصلا نسل طلایی، ولی به خدا هیچ جای دنیا متوسط سن مدیریت 48 سال نیستا. در قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثناها زیاد است. استثناهایی که دست بر قضا تصمیم گیرندگان اصلی نظامند. مرساد کوهنروز، بی بی سی. پدر جان ما به وجود شما افتخار میکنیم و ولی به خدا راضی به این همه زحمت نیستیم. حسین باستانی همکارم اینجا در استودیو با ماست. آقای باستانی، در چند هفته گذشته ابهاماتی در فضای مجازی و همینطور در رسانه ها مطرح شده بود در مورد اینکه چه کدوم یکی از مدیران باید در پست خودشون بمونن، کدوم ها باید ترک بکنن بر اساس این قانون جدید. دقیقاً قانون چی میگه در این مورد؟ قانون البته فراز و نشیب داشته، رفته شورای نگهبان رد کرده، بعد دوباره یه چیزایش تغییر کرده برای تامین نظر شورای نگهبان. اون چیزی که نهایتاً به تصویب رسیده، اون البته خب میگه که اون کسایی که در دستگاه‌های عمومی کار میکنن که از بودجه در واقع عمومی استفاده میکنن، اونها اگر به سن بازنشستگی رسیده باشن، اون در واقع بازنشسته هاشون باید خدمت رو ترک کنن. استثناهاش هست که مهمه دیگه و خبرساز شده. استثناها البته در قانون مصوب جاهایی به صراحت ذکر کرده، مثلا بازنشسته های نیروهای مسلح طبق نظر رهبری اونها میتونن ادامه بدن، البته باید فرمانده کل قوا تشخیص بده. در مورد وزارت اطلاعات گفته که تا 1% نیروهای شاغل رسمیشون میتونن از بازنشسته هاشون نگه دارن. اینا یه مقدار سریع‌تر ذکر شده. یه جاهایی هم کد داده، یعنی صریح در متن قانون نیومده. مثلا اومده اون کسایی که در بندهای الف و ب و جیم ماده 71 که قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شدن، این ترجمهش به زبان ساده میشه رؤسای سقوه، وزرا، نمایندگان مجلس و خدمت شما ارشاد که مثلا اعضای شورای نگهبان و امثال اینها. اینا چیزایی که در قانون ذکر شده، ولی در عمل اتفاقی که طبیعتاً میشده از اول انتظار داشت که بیفته و افتاده اینه که خب رهبر جمهوری اسلامی ایران اصولا فارغ از اینکه چیزی در قانون ذکر شده باشه یا نشده باشه، او همواره میتونه دخالت بکنه از جایگاه حکم حکومتی برای اینکه در هر قاعده ای هم تبصره و استثناء ایجاد بکنه. ولی قانون دسته، یعنی این قانون دسته ایشون رو باز نذاشته برای اینکه بتونن این کار بکنن، چون در اون نسخه اولیه این قانون ظاهرا تبصره ای بوده که ایشون بتونه در بعضی موارد دخالت بکنه، ولی بعدتر شورای نگهبان برداشته. بله، قبلا یعنی نسخه اولی قانون این بود که کسایی که مجوز خاص از رهبری دارن اینها میتونن ادامه بدن و لزومی نداره کنار برن. بعدا شورای نگهبان این رو برش داشت و در نسخه نهایی که 21 شهریور شورای نگهبان در واقع اونو داد، چون شورای نگهبان برگرد مجلس، مجلس تغییراتی داد، در نسخه نهایی که 21 شهریور گذشته شورای نگهبان اون رو در واقع منتشر کرد و فرستاد برای اجرا،
در اون این مجوز خاص رهبری برداشته شده بود. بعدم بعضی از نمایندگان مجلس توضیح دادن که گفتن این به خواست رهبری برداشته شده. حالا البته توضیحات در این حد بود که شبیه اشاره‌ای که امروز هم آقای خامنه‌ای تو صحبتش کرده، این که خب حالا هی مراجعه میکنن به رهبری، میخوان استثناء بگیرن، مجوز بگیرن و این باعث اذیت و آزار و اینها میشه، در نتیجه این برداشته شده. اما در عمل چیزی که اتفاق افتاده این بوده که این دخالت صورت گرفته. یعنی مثلا همین 4 روز پیش یک مقام دفتر آیت الله خامنه‌ای که حالا اسمش هم ذکر نشده بود با خبرگزاری فارس گفتگو کرد و گفت که تا حالا مدیران ارشد 7 دستگاه اومدن و استثناء گرفتن، خواستن که مثلا مدیران ارشدشون بمونن، مشخصا ذکر کرد نام برد از صدا و سیما، از قوه قضاییه، از شورای عالی امنیت ملی، از سازمان انرژی اتمی، وزارتخونه های بهداشت و نفت و اطلاعات. البته وزارت اطلاعات تو متن قانون اومده، میشه اینجوری حدس زد که چون تو متن قانون سقف 1% ذکر شده از نیروهای شاغلشون، شاید اونها فراتر از این رو میخواستن که رفتن مجوز گرفتن. آقای خامنه‌ای هم امروز تو صحبتاش این رو ذکر کرد که گفت مدیران دستگاه‌های مختلف میان و میخوان مجوز بگیرن، میخوان مستثنا بشن. من حالا البته بعضی از اینها رو میشناسم ولی خب خیلی‌ها رو نمیشناسم. اگر به مدیر اون دستگاه اعتماد داشته باشم خب حرفش رو قبول میکنم، که یک معنی تلویحی هم داشت دیگه. یعنی مدیرانی که رهبری به هر علت اونها رو میپسنده میتونن از این مجوز گرفتن استفاده بکنن و کسانی که نمیپسنده استفاده نمیکنن. کما اینکه در اون صحبت 4 روز پیش اون مقام دفتر رهبری هم ذکر شده بود که این 7 دستگاه که مجوز گرفتن مدیران ارشدشون، دستگاه‌های دیگری هم بودن که اومدن مجوز بگیرن و حداقل تا این لحظه موفق نشدن. و جالب اینه که با وجود تمام این اتفاقات در واقع آیت الله خامنه‌ای خواسته که مجلس هم بازنگری بکنه باز در اون قانونی که همین اخیراً، یعنی در شهریور ماه، اواخر شهریور ماه شورای نگهبان اون رو به تایید نهایی رسونده و بر مبنای نظر آیت الله خامنه‌ای تغییرش داده. اتفاقی که افتاده این بوده که چیزی ذکر شده، یعنی دخالت رهبری، اختیارات خاص رهبری در این فقره در قانون ذکر شده بوده. آیت الله خامنه‌ای خواسته که او این اشاره به نقش او از قانون حذف بشه، شورای نگهبان اون رو حذف کرده، در عمل ولی اون دخالت رو انجام داده. به عبارت دیگه انگار که داستان به این صورت در اومده که رهبر جمهوری اسلامی به هر علت تشخیص داده و ترجیح میده که این دخالت رو انجام بده، ولی نه به صورتی که در قانون ذکر شده باشه. میخواد به صورت حکم حکومتی و به عنوان اینکه رهبر خب در هر چیزی میتونه دخالت بکنه این کار رو انجام بده، و نه اینکه در قانون ذکر شده باشه که حالا یک محدوده‌ای رو ایجاد بکنه که انگار همه میتونن بیان و مطالبه کنن که شامل این داستان بشن. و البته همونطور که گفتم باز خواسته که همین رو هم مجلس بازنگری کنه، که خیلی وضعیت پیچیده‌ای میشه دیگه. یعنی اگر مجلس واقعا بخواد این بازنگری انجام بده، الان مشخصا معلوم نیست چیکار باید بکنه. شاید راه ساده‌ترش شاید مثلا بتونه این باشه که اساساً از ابتدا رهبر جمهوری اسلامی این رو مشخص کنه که چه کسانی رو از اول تشخیص میداده که باید برن، اونا برن، بقیه بمونن. ممنونم از شما حسین باستانی اینجا در استودیو. در آستانه روز دانشجو، تجمع‌هایی در شماری از دانشگاه‌های ایران برگزار شده. از جمله در تهران شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در محوطه این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض آنها به وضعیت معیشتی و فضای امنیتی بود است. کارگزاری فارس تجمع کنندگان را ساختار شکن خوانده. در دانشگاه نوشیروانی بابل هم تجمعی مشابه برگزار شده. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه میگوید نگران سلامت اسماعیل بخشی، نماینده زندانی کارگران هفت‌تپه، و سپیده قلیان فعال مدنی است. به گفته این سندیکا وقتی خانواده‌های این دو بازداشت شده با آنها دیدار کردند، آنها حتی قادر به تشخیص زمان و اینکه چه وقت از شبانه روز است نبودند و کماکان تحت فشارند و در انفرادی نگهداری می‌شوند. آقای بخشی و سپیده قلیان بیش از 2 هفته است که بازداشت هستند. یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران میگوید گزارش‌ها در مورد تعرض جنسی به دانش آموزان مدرسه‌ای پسرانه در اصفهان را با حضور وزیر آموزش و پرورش پیگیری خواهد کرد. مدیر این مدرسه برکنار شده و دادستانی اصفهان در حال بررسی پرونده است. گفته شده این تعرض‌ها 2 سال جریان داشته و مظنون پرونده کودکان را با غم تهدید کرده که نباید به کسی چیزی بگویند. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی آزمایش موشکی جدید ایران تشکیل جلسه داد. این جلسه به درخواست بریتانیا و فرانسه برگزار شد. نیکیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل از اعضای شورای امنیت خواست که آزمایش موشکی جدید ایران را محکوم کنند.
خانم هیلی گفته که آزمایش اخیر ایران خطرناک و نگران کننده بوده و جامعه جهانی نمیتواند همیشه به این که ایران آمدانه به قطعنامه های شورای امنیت اعتنا نمی کند بی توجه بماند. علیرضا فولادی و جزئیات بیشتر. بررسی ابعاد آزمایش موشکی جدید ایران در جلسه امروز شورای امنیت سازمان ملل، جلسه پشت درهای بسته به تقاضای بریتانیا و فرانسه برای پاسخ به این سوال که آیا آزمایش موشکی تازه در ایران ناقض قطعنامه شورای امنیت هست یا نه. پیش از شروع جلسه امروز بریتانیا و فرانسه به دنبال آمریکا در این ارتباط ابراز نگرانی کردند. وزیر خارجه بریتانیا آزمایش موشکی ایران را تحریک‌آمیز، تهدیدکننده و مغایر قطعنامه شورای امنیت دانست. به گفته او دولت بریتانیا می‌خواهد این اقدامات متوقف شود. همزمان وزارت خارجه فرانسه نیز اقدام اخیر ایران را تحریک‌آمیز و عامل بی‌ثباتی منطقه خوانده و گفته با قطعنامه 2231 شورای امنیت تطابق ندارد. قطعنامه 2231 پس از توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در تابستان 3 سال پیش و با هدف تایید آن صادر شد. در این قطعنامه از ایران خواسته شده که از توسعه موشک‌های بالستیک که برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده خودداری کند. این بار اما مایک پومپئو خبر آزمایش موشکی تازه ایران را منتشر کرده و حالا وزارت خارجه این کشور دوباره خواهان همراهی اروپایی ها برای اعمال فشار بر ایران شده. ما مسیر توافق با ایران را تغییر دادیم. اقدامات بی‌ثبات کننده ایران و موارد دیگر ناقض روح آن توافق بود و امنیت مردم آمریکا و متحدانش را به خطر می‌انداخت. به جای آن ما داریم متحدان خود را هدایت می‌کنیم تا جلوی بلند پروازی‌های انقلابی ایران را بگیریم و به فعالیت‌های تروریستی ایران در جهان پایان دهیم. برای این کار به سازوکار جدید نیاز نداریم، بلکه باید به تقویت ائتلاف خود برای رسیدن به این نتیجه ادامه دهیم تا امنیت مردم خاورمیانه، اروپا و سراسر جهان را در برابر خطر ایران حفظ کنیم. مقام های ایران که خبر آزمایش موشکی جدید را تایید یا تکذیب نکردند اتهامات را رد می کنند. می گویند برنامه موشکی ارتباطی با قطعنامه شورای امنیت ندارد. ایران به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست. این موشک‌های ایرانی هم برای حمل سلاح‌های هسته‌ای تولید نشدند. در واقع موشک‌های تولیدی ما برای کلاهک‌های متعارف طراحی شدند. اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد آزمایش موشک‌های ایرانی همانند گذشته از پایه غلط است. آنها بهتر است قطعنامه 2231 را مطالعه کنند. مقام‌های حکومت ایران می‌گویند برنامه موشکی اهداف دفاعی دارد و با وجود فشارهای غرب به آزمایش‌های خود ادامه می‌دهند. اقدامی که به گفته بعضی شاید نقطه عطفی تازه در رویکرد متحدان غربی آمریکا در قبال ایران باشد. علیرضا فولادی، بی بی سی. بهمن کرباسی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ماست. بهمن، جلسه دقایقی پیش تمام شد، به ما بگو که چه گذشت در این جلسه. سفرهای بریتانیا و فرانسه تنها دو سفیری از 15 سفیر حاضر در این جلسه بودند که صحبت کردند با خبرنگاران و مکرر در برابر این سوال قرار گرفتن که خب آیا از دید شما این آزمایش موشکی نقض قطعنامه 2231 هست یا نه، و تفره می‌رفتن از پاسخ دادن به فکر می‌کنم صدای من قطع شد. نه با هم ما صدای تو رو داریم. تفره می‌رفتن از پاسخ دادن به این پرسش و میگفتن که از کلماتی که استفاده میکردن بیشتر مثل مغایرت، هماهنگ نبودن، با روح قرار توافق نخوندن، جور نشدن بود و سعی میکردن که نگوین از نظر حقوقی نقض قطعنامه است، ولی گفتن تشکیل این جلسه یک پیامی است به ایران که نگرانی جدی وجود داره در جامعه بین‌المللی به خاطر این آزمایش‌های موشکی. حتی سفیر بریتانیا گفت که با اینکه ما میپذیریم که ایران یک سری نگرانی‌های مشروع دفاعی داره، ولی آزمایش این موشک فراتر از اون نیازهای دفاعی بوده و قابل پذیرش نیست، و صحبت از این کرد که دیگر کشورها هم کم و بیش ناراضی بودن. گویند که ما از یک دیپلمات دیگر اروپایی شنیدیم که روسیه در مقابل گفته است که این آمریکا هست که داره وضعیت رو بغرنج می‌کنه با افزایش تنش. ولی به هر حال پیام این دو سفیر این بود که در جلسه طرحش نشان از این است که جامعه بین‌المللی نگرانه و اینکه ممکن است مشخصا نقضش قطعنامه نباشه، اما هماهنگ با قطعنامه هم نیست و امیدوارن که ایران این رو بشنوه. وقتی هم سوال کردیم ازشون که خب
قدم بعدی چیست؟ اینجا که پیشنویس قطعنامه مطرح نشد، بیانیه داده نشد، گفتن حالا باید بررسی کنیم ببینیم در آینده جلسات دیگری تشکیل بدیم یا نه. ولی فعلا در این مقطع حرفشون این بود که این صرف تشکیل این جلسه و اینکه بریتانیا و فرانسه خواستار شدن نشون از این اعلام نگرانی داره در مورد ادامه برنامه موشک ایران. بنابراین عملا دولت آمریکا هم به آنچه که میخواست در این جلسه برسه شاید کم و بیش نرسید. واکنش های دیگه به این جلسه چه بوده؟ دولت آمریکا مخصوصا تاکید داشت که باید شورای امنیت محکوم کنه. خب ما حاصلی از این جلسه ندیدیم، چه در محکومیت چه در اعلام این که این در نقض شورای قطعنامه شورای امنیت بوده یا نه. ولی مثلا از سفیر کویت شنیدیم که آمد بیرون، او یه مقداری خیلی کوتاه که داشت رد میشد فقط گفت که نه ما معتقد نیستیم این نقضه ولی امیدواریم که متوقف بشه. همه یه جوری این بین این دو خط حرکت میکنن بدون اینکه با موضع آمریکا کاملا هماهنگ بشن. خود ایران هم که دیدیم وزیر خارجه ایران آقای ظریف هم یک در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است که حرفایی که خود آمریکایی‌ها در گذشته در مورد این قطعنامه زدن با حرفایی که الان میزنن در تناقض. منظورش بیانیه است که حدود 3 ماه پیش وزارت خارجه آمریکا آقای هوک داد اونجا و نوشته بود که از دید آمریکا این قطعنامه ضعیفه به خاطر اینکه صریحا از ایران نمیخواهد، یعنی صریحا الزام نمیکنه ایران رو، مجبور نمیکنه که دست از آزمایش موشکی برداره، فقط از ایران میخواهد. یعنی در گذشته آمریکا انتقاد کرده که متن این قطعنامه به اندازه کافی قوی نیست، ولی حالا میگوید که همون متن نشانگر این است که ایران نقض کرده. در نتیجه واکنش ایران این است که بگوید حرفای شما در با هم در تناقض و در ضمن اگر هم حرف قطعنامه 2231 هست، این آمریکاست که نقضش کرده با خروج برجام. ولی به نظر میاد که حداقل در خود شورا غیر از روسیه و چین یه هماهنگی وجود داره که ابراز نگرانی بشه ولی نگویند که ایران نقض کرده قطعنامه 2231 رو. ممنونم ازت بهمن، از بهمن کواسی همکار ما از نیویورک. سازمان عفو بین‌الملل میگوید مقام‌های ایران با سکوت درباره سرنوشت و مکان دفن هزاران زندانی سیاسی که 30 سال پیش در زندان‌ها اعدام شدند و تحریف آنچه بر آنها گذشته به جنایت علیه بشریت ادامه می‌دهند. عفو بین‌الملل از سازمان ملل متحد خواسته در مورد اعدام‌های سال 67 تحقیق مستقلی انجام دهد. ژیار گل گزارش می‌دهد. عفو بین‌الملل داستان زندانیان سیاسی ایران را اسرار آغشته به خون خوانده، اما حکومت ایران کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 را انکار می کند و می گوید آنانی که اعدام شدند محارب بودند. امروز عفو بین الملل نتیجه ماها تحقیقات درباره اعدام های سال 67 را منتشر کرد. این سازمان می گوید مدارک نشان می دهد که بیش از 5000 زندانی در عرض چند هفته اعدام شدند. پیام ما به اونایی که در قدرت هستن، از خودشون بپرسن چه احساسی داشتن اگر فرزند و والدین اونها برای 30 سال ناپدید شده بودن. از سازمان ملل میخوام تحقیقات مستقل درباره این کشتار که جنایت علیه بشریت رو آغاز کنه. و به سیاستمدار ایران میگم که هنوز دیر نشده. اگر اطلاعاتی از این کشتار دارید اون رو آشکار کنید تا زوایای کشتار 67 روشن بشه و عدالت اجرا بشه. گزارش عفو بین الملل میگوید در سال 67 پس از عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق ایران با فتوای محرمانه آیت الله خمینی رهبر وقت، هزاران زندانی توسط کمیته‌ای که به کمیته‌های مرگ معروف شدند، هر زندانی را با چند سوال در طول چند دقیقه به جوخی اعدام سپردند. این فتوا مبنای اعدام هزاران زندانی سیاسی که خارج از روال قضایی و بدون هر گونه محکمه‌ای در ظرف چند دقیقه مورد سوالاتی بی نهایت خودسرانه، سلیقه‌ای و بیرحمانه قرار گرفتن و بعد از اون اعدام شدن. سوالاتی مثل اینکه آیا حاضرین روی مین بابرین؟ آیا حاضرین یک به اصطلاح منافق رو اعدام کنید؟ آیا حاضرین که در جوخه‌های آتش مشارکت بکنین؟ اینها سوالات که در نقاط مختلف ایران از زندانیان پرسیده شده و بخشیش شاید این گستردگی جغرافیاییش در گزارش عفو بین‌الملل خیلی خوب به نمایش گذاشته شده. عفو بین‌الملل میگوید زندانیان سیاسی که در سال 67 اعدام شدند در بیش از 30 گور دست جمعی در سراسر ایران دفن شدند. 30 سال پس از قتل زندانیان سیاسی در ایران،
عفو بین الملل مدارک و نامه‌هایی رو منتشر کرده که نشون میده در بحبوحه‌های اعدام‌ها این سازمان نامه‌هایی رو به نخست وزیر وقت میرحسین موسوی و رئیس دیوان عالی کشور عبدالکریم موسوی اردبیلی نوشته و خواهان توقف این اعدام‌ها شده. مدارکی که عفو بین الملل جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد در میان مقام‌های بلندپایه ایران تنها آیت الله منتظری قائم مقام رهبری وقت ایران بوده که به اعدام‌ها اعتراض کرده. به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند. در گزارش سازمان عفو بین الملل نام برخی از مقامات کنونی ایران آمده که در اعدام‌های سال 67 دست داشتند. این سازمان خواهان دادگاهی آنها به اتهام جنایت علیه بشریت است. نام علیرضا آوائی وزیر دادگستری کنونی و مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری دولت آقای روحانی و ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی دیده می شوند. Well, Amnesty International has asked the United Nations. عفو بین الملل از سازمان ملل خواسته که کمیته تحقیقاتی مستقل برای رسیدگی به این پرونده تشکیل دهد. درسته که اعدام‌ها 30 سال پیش بوده، اما جنایت علیه بشریت هنوز ادامه دارد، چون مقام‌های ایرانی هنوز هویت و محل دفن اعدامی‌ها را مخفی می‌کنند. در چند سال گذشته سازمان‌های حقوق بشری حکومت ایران را متهم کردند که تلاش می‌کند آثار گورهای دست جمعی را از بین ببرد. We would say to the Iranian government in particular. اما عفو بین الملل می‌گوید تجربه نشان داده که مدارکی که این سازمان جمع‌آوری کرده روزی علیه متهمان در دادگاهی صالح استفاده خواهد شد. ژیارگل، BBC. اگر این چند شب بیننده ما بوده باشید میدونید که امسال هم مثل سالهای گذشته BBC یک هفته رو به زنان اختصاص داده. قسمت دوم 60 دقیقه ویژه 100 زنه با نگین شیراغایی همراهیم. نگین؟ ممنونم مجید و ممنون از شما که به ما پیوستید. خوش اومدید به 100 زن. در این برنامه امشب به بحث ورود زنها به ورزشگاه ها و مشکلاتی که زنان در عرصه ورزش حرفه‌ای با اون روبرو هستن میپردازیم. همطور که اینجا میبینید برای گفتگو در این زمینه دریا صفایی از فعالان حضور زنان در ورزشگاه ها همراه منه و همینطور از ترکیه یاسمین زینالی بسکتبالیست از آنتالیا به ما پیوسته. مهمون های ما از تجربیات خودشون در این زمینه خواهند گفت و همینطور از زندگی خالد پوپالزای فوتبالیست افغان هم خواهیم شنید. سال هاست که زنهای ایرانی تلاش میکنن تا به حق تماشای بازیهای فوتبال در استادیوم ها دست پیدا کنن. در دولت های مختلف تلاش های متفاوتی در این زمینه شد، از روسری سویت ها گرفته تا حرف های محمود احمدی نژاد، تا اینکه به تازگی دو مسابقه فوتبال در ایران تونستن که زنها در اون حضوری محدود داشته باشن. بعضی فعالان این حضور رو نمایشی میخونند و اون رو کافی نمیدونن و میخوان که همه زنها جدا از اینکه سمت دولتی دارن یا آشنایی در فدراسیون، فرصت حضور در استادیوم و تشویق تیمشون رو داشته باشن. شادی الهی نگاهی کرده به موج آخر تلاش ها برای حضور زنان در استادیوم های فوتبال ایران. دو تجربه ورود زنان ایرانی به استادیوم آزادی، هرچند محدود. اولین بار پس از حدود 39 سال در دیدار دوستانه بین تیم های ملی ایران و بولیوی و یک بار دیگر هم در فینال جام قهرمانان آسیا و دیدار پرسپولیس با کاشیما آنتلرز ژاپن. میزنه زمین اونجا روی ریبان میشه دروازه پرسپولیس باز میشه به حال توی دروازه. داستان از حضور رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در ایران آغاز شد. جانی اینفانتینو اسفند ماه سال گذشته برای تماشای دیدار استقلال و پرسپولیس وارد تهران شد و در میان 80 هزار نفر به تماشای مسابقه بسیار حساس نشست. غافل از آن که حضور او در استادیومی بدون تماشاچی زن به یکی از مهمترین دغدغه‌های دوران ریاستش تبدیل خواهد شد. این تصویری است که آن روزها از ممانعت از ورود زنان به استادیوم منتشر شد. گفته شد آنها مدت کوتاهی بعد از بازداشت یکی یکی آزاد شدند.
اینفانتینو برای حضور در ورزشگاهی که زنان اجازه ورود به آن را ندارند مورد انتقاد قرار گرفت. او در واکنش گفت فعلا قصد مصالحه و گفتگو دارد. قوانینی در این کشور وجود داره که مانع حضور زنان در ورزشگاه هاست. دو راه برای برخورد با این مسئله وجود داره. انتقاد کنیم، تحریم کنیم، محکوم کنیم، قطع رابطه کنیم، حرف نزنیم یا سعی کنیم بریم اونجا و گفتگو کنیم و رهبران اون کشور رو متقاعد کنیم که باید اجازه بدن زنان به ورزشگاه ها برن. من از بین این دو راه گزینه دوم رو انتخاب کردم. اما در این میان زنان ایرانی به ویژه فعالان حقوق زنان که در سالهای گذشته همواره تلاش کردند محدودیت‌های موجود را رفع کنند میگویند تلاش‌های آنها بوده که صدای زنان را به گوش جهانیان رسانده. دو گزینه تاثیرگذار بوده: یک، فعالیت‌هایی که خود زنان عادی انجام دادن; دو، وارد شدن فیفا به اینکه بخواد جمهوری اسلامی رو وادار بکنه و به او فشار بیاره که اگر شما درها رو باز نکنید محروم میشید. خیلی ها فکر میکنن که تحریم کردن تأثیر معکوس داره، اما در این زمینه ما میبینیم که اگر تهدید و تحریم نبود به نظر من هرگز جمهوری اسلامی کوتاه نمیومد. حضور تاریخی زنان در ورزشگاهی در جده. پارسال زنان عربستان سعودی برای اولین بار توانستند به طور رسمی شاهد یک مسابقه فوتبال باشند، اما نه با فشار فیفا و زنان، بلکه در راستای اصلاحات قوانین اجتماعی و نمادین. در عربستان تمایلی برای حضور زنان در ورزشگاه دست کم در سطح رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دیده نمی‌شد و وقتی هم که درها باز شد به نظر نمی‌رسید این زنانی که دارن در استادیوم حضور پیدا می‌کنن شیفته فوتبال هم، حتی در مسابقاتی که با اونها شد و منتشر شدم چنین مسئله‌ای به چشم نمی اومد. در صورتی که در خصوص ایران انقدر این تمایل پررنگ بود که حاضر بودن تغییر چهره بدن برای ورود به استادیوم، حتی فعالان ورود زنان به ورزشگاه ها تا سطح ملاقات خصوصی با دبیر کل فیفا پیش رفتن. شدت مطالبات زنان و فعالیت‌های پیاپی و جدی آنها به مجادله‌های بسیاری دامن زده، از جمله سخنان دادستان کل تهران که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. محمد جعفر منتظری ماه پیش گفت وقتی خانومی به ورزشگاه می‌رود و با مردانی که با لباس ورزشی و نیمه اوریان مواجه می‌شود و آنها را می‌بیند گناه می‌کند. او در ادامه گفت حضور زنان در ورزشگاه آزادی یک آسیب است و هیچ توجیه شرعی ندارد. قبلاً هم هشدارهای اخلاقی و شرعی محافظه‌کاران به عنوان موانعی برای ورود زنان به ورزشگاه مطرح شده بود، از جمله شنیدن فحاشی و کلکل مردان تماشاچی به ویژه در بازی‌های داربی بزرگ تهران. اما فیفا به طور خاص تبعیض، از جمله تبعیض بر اساس جنسیت را تحریم می‌کند و بر همین اساس کمیسیون مشاوره حقوق بشری فیفا از این نهاد خواسته تا یک ضرب العجل برای ایران در رابطه با صدور مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌ها تعیین کند. فیفا در واقع ابزارش محرومیت و تعلیق و تحریمه و این چیزیه که ایران هیچ کاریش نمیتونه بکنه، نه با ابزار سیاسی نه با ابزار نظامی اقتصادی، به هیچ وجه نمیتونه جلو این بیسته و هیچ کاریش نمیشه کرد. اگر فوتبال ایران تعلیق بشه به اون معناست که تیم ملی بزرگسالان، باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا، فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی، زنان و مردان در تمام رده‌های سنی اجازه فعالیت بین المللی نخواهند داشت. حالا فدراسیون فوتبال میماند و درخواست های فیفا. هرچه فیفا برای حضور یافتن زنان در ورزشگاه ها بر ایران فشار می آورد، محافظه کاران با ضد حمله این فشارها را دفع می کنند. اما هنوز مانده که مطمئن شویم برنده این میدان که خواهد بود. شادی الهی، بی بی سی. اونجا جابر انصاری و تمام. دریا صفایی همونطور که گفتم یکی از فعالان کمپین ورود زنان به ورزشگاه ها در استودیو همراه منه و از آنتالیای ترکیه از طریق اسکایپ یاسمن جان زینالی، فامیلی تو یه لحظه فراموش کردم. بذار از شما شروع کنم خانم صفایی. شما میدونم که با مسئولان کمیته حقوق بشر فیفا دیدار کردین. چقدر فیفا رو جدی میبینین در اینکه این بحث ورود زنان به استادیوم رو خاتمه بده؟
حقیقتا لحظه که من باشون گفتگو داشتم در یک مکالمه بسیار طولانی یک ساعت و نیمه، اونها علاقه من بودن به اینکه این مسائل رو بشنوند، ولی باز هم خیلی برای من خیلی ناراحت کننده بود وقتی که آخر مکالمه‌مون گفتن که ما همچنان به دیالوگ ادامه میدیم و سوال من این بود که بسیار عالی به گفتگو ادامه میدید ولی تا کی میخواید این کارو بکنید. ولی خب وقتی که فشارها روشون بالاتر و بالاتر میره با توجه به اطلاعاتی که در تمام این مدت کسب کردن، ظاهرا دنبال این هستن که واقعا این نابرابری رو خاتمه بدن، چون برای خودشون هم یک آبروریزی برخلاف مغایرت داره با قانون و اساسنامه خود فیفا و فشاری که مردم ایران در این سالها آوردن روی فیفا، این مسئله رو براشون تبدیل کرده به یه مسئله بسیار جدی و مهم. الان یه عده‌ای هستن که میگن خب بالاخره در وا شده، مثل مسئله حجاب که زنها قدم به قدم روسریشون رو دادن عقب، خب بذارید فوتبال و ورود زنها در ورزشگاه هم همین گونه حل بشه. خب متاسفانه مسئله اینگونه حل نمیشه و نشده. در حقیقت اگر ما میخواستیم قدم به قدم حل بشه، هیچ وقت این مسئله تا به اینجا نمیکشید. دلیل اینکه الان این صحنه آرایی به نظر من بسیار زشت و ناگوار، چون حضور چند زن سفارشی حضور زنان ایران نیست در ورزشگاه، دلیل اینکه این اتفاق هم افتاده به نوعی فشارهاییه که تمام این سالها فعالان حقوق زنان و مردم ایران، زن و مرد در کنار هم آوردن. اگر این فشارها نباشه، هیچ وقت حکومت جمهوری اسلامی با چنین افکار و ایدئولوژی زن ستیزی که داره حاضر نیست درهای ورزشگاه رو به روی زنان باز کنه. به خاطر همینه که فعالیت ما بوده که تا اینجا کشونده و باید همچنان مردم ایران به این باور داشته باشن که فقط از همین راهه که درها گشوده خواهد شد. یک نکته هست، مثلا بعضی از کمپینرها اعتقاد دارن که اگر مردها نرن در ورزشگاه ها این مشکل به مرور حل میشه. فکر میکنی این دیدگاه درستیه؟ به نظر من خیلی مهمه که وقتی که یک جا صحبت از تبعیضه، فقط قربانیان اعتراض نکنند. اصلا باید کل اون جامعه مخالف تبعیض باشه بر هر اساسی که از حالا تبعیض جنسیتی، تبعیض نژادی، تبعیض بر اساس مذهب یا هر نوع تبعیضی که به هر شکلی باید مردود باشه از دیدگاه مردم. به خاطر همینه که به نظر من تلاش مردان شانه به شانه زنها امر خیلی مهمیه برای اینکه نشون بده که ما چقدر این مطالباتمون جدیه و چقدر خواهان ورود به ورزشگاه هستیم. یاسمین زینالی همچنان با ما هستی. میخوام از تو بپرسم که تو برات به عنوان یک بسکتبالیست چقدر این مسئله حضور زنان در ورزشگاه مهمه؟ حضور من توی ورزشگاه خیلی مهم بود، به این دلیل که بازی و روند و تو اون جبهه بسکتبال قرار گرفتن برای ما خیلی مهمه و حرکت‌های جدید، کوچ‌ها و آپدیت شدن‌ها از اون طریقه. ولی تا یه سری مشکلات پیش اومد که یه مدت حتی بسکتبال هم قطع شده بود، ولی الان ما باز هم میتونیم توی ورزشگاه‌ها باشیم. خانم صفایی، میخوام برگردم به شما و بحث این که چقدر فکر میکنید این مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها مختص تهران یا یه قشریه که به هر حال در فضایی هستن که ورزش رو بیشتر میشناسن، یا عمومیه به نظر شما؟ اون چیزی که من دیدم تو سالهای گذشته این یه خواسته عمومیه. در تمام شهرهای ایران این مسئله به چشم خورده. یعنی من یادمه که قائم شهر همچنین مسئله بود که زنها و مردها در کنار هم جشن گرفتن تو خیابونها که چقدر هم زیبا بود و متاسفانه با برخوردهای مواجه شد. و در اقصی نقاط ایران این مسئله هست که زنها میخوان برن ورزشگاه. و طبیعیه، نگاه کنید، زنان ایران یکی از پیشرفته ترین زنان منطقه هستند، ولی تنها زنانی هستند که از یه همچین حق ابتدایی برخوردار نیستن، محروم هستند. ما اگه حتی خودمون رو با کشورهای همسایه هم مقایسه کنیم، اکنون می‌بینیم که در کشورهای همسایه هم زنها میتونن به ورزشگاه برن. و با توجه به اینکه من مطمئنم مسئله فرهنگی ایرانی ها هیچ وقت بیشتر از مردم منطقهشون نبوده، این یه خواسته ایه که در تمام شهرهای ایران حاضره. با ما بمونید چون میخوایم مسئله را از یک دیدگاه دیگه هم بررسی بکنیم. خالد پوپالزای 6 سال پیش به دانمارک پناهنده شد. مهاجرت اجباری به اروپا بهای گزاف تبدیل شدن به نماد فوتبال زنان افغانستان بود. خالد اولین زن افغان بود که در فدراسیون فوتبال این کشور مشغول به کار شد. او از داستان فوتبالی شدنش میگه. کاوه مشکات برای دیدار او به کوپنهاگ رفته بود. فوتبال به من یاد داد که چه رقم من حیث زن استاد شد و مبارزه کنم به خاطر حق خود،
به خاطر حق انسان بودن، به خاطر حق زن بودن و به خاطر تنها به خاطر خودم نه، به خاطر دخترها و زنای دیگه. ما در خانواده بزرگ شدیم که امرای برادرانم بودیم و ما خواهر ندارم. مقصد از امرای اونها یک جای بازی میکردم. ما وقتی که ممانعت های زیاد رو مواجه شدم بازی رو جدی تر گرفتم. چون مادر ما استاد ورزش بود، تشویقای از اونها بود و حمایت از اونها بود که بیشتر ما جدی تر شدم در قسمت گرفتن فوتبال. آخرای 2003 بود که ما تصمیم گرفتیم، زمانی که حمله شد بالای ما و اونمو زمانه بود که همگی ما یک جای شدیم من حیث یک گروپ و با فوتبال جدی گرفتیم. 2006 از فدراسیون فوتبال تقاضا کردیم که تیم دخترها را یک مسابقه بگیرن و انتخابات کنن. این اولین بار بود در تاریخ افغانستان که همچین اتفاق افتاد. فدراسیون فوتبال در اول زیاد خرسند نبود و تا وقتی که فیفا تصمیم گرفت که یک مقدار بودجه بدن. سال 2007 بود که اولین مسابقه ما در پاکستان داشتیم. وقتی که مسابقه را بردیم و این آمد در میدیا و مردم فهمید که افغانستان تیم ملی داره و بعد از او مشکلات ما زیادتر و زیادتر شد. شاگرد متعلم مکتب بودیم و نداشتیم پول رفت آمد خدا و فامیلیا نمیتونستن که تمام خارج پرداخت کنن. هر دختر ما که فوتبال میکرد، هر بازیکن ما و فامیل بازیکن ما هر روز مشکلات بیشتر میشد. چون یک جامعه بسته، یک جامعه مردانه، یک جامعه که حتی بعد از جنگ فرهنگ ورزش نبود، فوتبال دخترها بسیار یک چیز بزرگ بود. مسئول مالی یا مدیر مالی فدراسیون فوتبال، مسئول یا مدیر کمیته فوتبال زناشان و اولین بار بود در تاریخ فدراسیون فوتبال افغانستان، در تاریخ افغانستان یک زن کار میکرد در فدراسیون فوتبال. ما بسیار قدرتمند و متاسفانه در ورزش افغانستان دست دارن مردمایی که نظامی هستن و جنرال هستن، امروز در ورزش افغانستان جا گرفتن. و وقتی که مثلا در المپیک افغانستان اگر اون که ما بودم میرفتین یا در فدراسیون فوتبال، فکر میکردین که در پایگاه نظامی آمدین. مشکل ما که یکی از همون جنرال ها بود و نمیخواست که زن پیشرفت کنه و توجه نمیخواست که مثلا یک زن بگیره و حتی تا اندازه شد که مثلا بالای ما تهمت شد که من مخالف کشورم هستم، تروریست هستم، میخوایم کشور ما خراب کنم. چنان شرایط برای ما قید ساختن، دیگه بودن در افغانستان برای ما خیلی مشکل شده بود و خیلی خطرناک شده بود. مجبور بودم باید برای اولین کار ما به المپیک دنمارک بود. بعدا در بخش ورزشی زیاد کار کردم، در ارگنیزیشن های مختلف پالی از یک ارگنیزیشن خودم پیش می بردم و امروز امرای در کلاب، یکی از کلاب های که در لیگ اول دنمارک بازی میکنه، اف سی ناشیلن کار میکنم. ارگنیزیشن ما به نام زنای توانمند یا قدرتمند، گل پاور، بخش های مختلف فعالیت دارم. مثلا یکی از فعالیت های ما داخل کمپ های مهاجرین است، مثلا دنمارک، یونان، ترکیه، جرمنی، با دخترایی که داخل کمپ هستن که از طریق ورزش بتانم که اینا را کمک کنم که بیاین بیرون از کمپ و حداقل اگه با یک ساعت هم براین اینا ورزش کنن، قدرت پیدا کنن که پس بتانن امو حالت مشکلاتی که در کمپ هست تعامل کنن. من دوست ندارم مربی شوم، من دوست دارم کسی باشم که مربی و بازیکن حمایت کنم، یا کسی باشم که موقعیت جور کنم با بازیکن و با مربی که بتانن فقط راجع به فوتبال فکر کنن، راجع به پیشرفت، راجع به بازی فکر کنن، نه راجع به مشکلاتی که چهار اطراف هستن. اگر من یک تیم درست می داشتم، یک تیم قوی که از من حمایت میکرد، امروز این حالت نمیشد. امروز من نمی بودم دنمارک. هیچ وقت خارج خانه خود انسان نمیشه.
خانه ما افغانستان است، مردم ما در افغانستان است. یاسمین زینالی همچنان همراه ماست. یاسمین، شنیدیم از خالد پوپالزای که چطور چه مشکلاتی داشته به عنوان یک ورزشکار در افغانستان که در نهایت ناچار شد مهاجرت کنه. در مورد تو میخوام بپرسم که وقتی در ایران بودی چطور میدیدی ورزش زنان رو؟ ما بی نهایت پتانسیل های بالایی توی ورزش زنان داریم، ولی یکی از بزرگترین مشکلات زنان توی ایران نداشتن اسپانسره، به اندازه کافی. البته اسپانسرهایی هستن که با 3 الی 4 تا بازیکن قرارداد میبندن، امکانات خاصی در اختیار بچه ها قرار نمیدن، بودجه زیادی در نظر میگیرن و بیشتر ترجیح میدن که این امکانات رو در اختیار آقایون قرار بدن، به این دلیل که ما پخش زنده از تلویزیون نداریم، با اینکه بازیامون با حجاب اسلامی انجام میشه و اجازه تبلیغات هم نداریم. با این حال یه سری موارد دیگه ای که هست، ضعف کادرهای ورزشی تو بخش زنانه که بهشون توجه نمیشه. طبق بسکتبال جهانی که روز به روز داره پیشرفت میکنه و بالا میره و سیستمای جدید داره پیاده میشه، بسکتبالای توی ایران این پیشرفت اتفاق نمیفته. یعنی در اصل آموزش نمیبینن مربیا و خیلی از بازیکنا که به خاطر عشقشون بسکتبال بازی میکنن تو اون تایمی که دارن سعی میکنن خودشونو بکشن بالا آسیب میبینن و کلن ممکنه یه فصلشونو از دست بدن و این فصل آیندهشونه. و مشکل دیگه ای که هست، بازیکنه ایران مخصوصا بسکتبال اعزام به بازی های برونمرزی نداشتن که امسال اولین سالی بوده که این اعزام شکل گرفته، به این دلیل که فیبا اومد ایران، لباس اسلامی رو تایید کرد و اجازه داد که زنها هم تو بازی های برونمرزی با حجاب اسلامی شرکت کنن. ولی میگم هنوز ضعف کادرهای ورزشی، ضعف اسپانسرها هست. اسپانسرها اونقدر بودجه در نظر نمیگیرن که بازیکنها بتونن برن. خانم صفایی، این بحث لباسهای ورزشکاران زن همیشه دغدغه بوده، دقیقا همونطور که یاسمین هم اشاره کرد، میشه که یعنی مجبورن لباسهای اسلامی بپوشن، اما حتی صدای سیما ایران هم حاضر نیست اون رو نمایش بده. اما از اون طرف ما بارها و بارها شنیدیم که مشکلاتی براشون در مسابقه ها هم پیش اومده. بله کاملا درسته. اولا اینکه وقتی میبینیم که در واقع اونها با چنین لباس سنگینی، میدونیم وقتی که ورزش میکنن چقدر گرمشون هم میشه، با یک کسایی مسابقه میدن که در واقع لباس بسیار سبک و مناسبی دارن، این مسابقات خیلی ناعادلانه میشه براشون. و اینکه من هیچ وقت یادم نمیره که یکی از غم انگیزترین صحنه هایی که هیچ وقت از خاطرم نمیره، گریه های دخترای کاتای ایران بود چند سال پیش که مدال طلا آوردن، ولی بعد از اعتراض مصر که این دخترها گردنشون پوشیده بوده، چون که باید پوشششون قابل قبول می بوده برای فدراسیون ایران، اون مدال رو ازشون پس گرفتن و این گریه های تلخ این دخترها هیچ وقت از خاطر من نمیره. من امیدوارم یه روزی بشه که اونها هم بتونن در شرایط عادلانه در مسابقات بین المللی شرکت کنن. یاسمین، از این گفتی که چقدر اسپانسر مهمه، من یادمه که سالها پیش وقتی کشتی در ایران بعد از انقلاب اجازه پیدا کرد که مثلا در سالن‌ها برگزار بشه، پخش تلویزیونیش اجازه پیدا کرد، چون احتمالاً خیلی از بینندگان جوان ما یادشون نمیاد ما حتی برای پخش کشتی مردان در تلویزیون دچار مشکل بودیم. خیلی این مسئله برگزاری لیگ‌های ورزشی برای کشتیگیران مهم بود. یعنی استدلال این بود که تا لیگ برای ورزش جا نیفته، ورزشکار نمیتونه ورزش حرفه‌ای رو انجام بده. میخوام نظر تو راجع به لیگ بپرسم. آیا میبینی که اصلا بشه لیگ های ورزش های زنان در ایران راه بیفته؟ بله، همیشه راهی هست. به نظر من زنان این قدرت رو دارن و ما بی نهایت پتانسیل های خیلی قوی توی ایران داریم. بچه ها مستعدن و اگر سرمایه گذاری بشه روشون، سطح لیگ ایران خیلی بالا میره. و به دلیل باز ضعف علم و کادر ورزشی ایران، مدیریت نشدن، اینها هی عقب میافتن. در صورتی که بهشون برسن، من مطمئنم زنای ایران جز افتخارات همه ما خواهند. اگر قرار باشه که یک آرزویی بکنی یاسمین،
یک چیزی بخوای از مسئولان ایرانی به عنوان ورزشکار زنی که تجربه ورزش در ایران رو داشتی و تفاوت رو در خارج از ایران میبینی، چه آرزویی داری که اونها برآورده کنن؟ آرزوی برابری میکنم و اینکه یه راهی باشه که اونا مثل من سوخته نشن و بتونن بازی کنن و خودشون رو نشون بدن. خیلی متشکرم یاسمین که رویاتو با ما شیر کردی. یاسمین زینالی بسکتبالیست همراه ما و در استودیو همراه من رویا صفایی، فعال کمپین زنان برای ورود به ورزشگاه. فرناز قاضی‌زاده هم در برنامه صفحه دو به موضوع آزار جنسی در فوتبال افغانستان میپردازه. بعد از 60 دقیقه با فرناز و مهمانهاش همراه باشید. زنی که به یک قرن و نیم ریاست مردان برای یکی از بزرگترین مؤسسات پژوهشی آلمان پایان داد، الکساندرا بوش، اولین زنی است که به ریاست موزه مرکزی رومی آلمانی رسیده، دومین مؤسسه پژوهشی آلمان در زمینه علم باستان شناسی و یک مرکز علمی شناخته شده در سطح بین المللی. خانم بوش میگوید که با وجود راه طولانی که زنان آلمانی طی کردند، رسیدن به این موقعیت برای او اصلا ساده نبوده. مریم انصاری به سراغ او رفت. آرشیو موزه مرکزی رومی آلمانی گوشه ای از مؤسسه عظیم متعلق به انجمن لایبنیتس، با یکی از بزرگترین کتابخانه های باستانشناسی جهان و چندین موزه و مؤسسه تحقیقاتی و بیش از 11 میلیون بودجه سالانه. پس از 166 سال ریاست مردهای اغلب مسن، حالا سکان این سازمان عریض و طویل در دستان یک زن قرار گرفته است. پروفسور الکساندرا بوش که با اشتیاق بخشی از این گنجینه را به من نشان می‌دهد. صدها هزار قطعه که رازهای تاریخ بشریت را در خود جای دادند و میگوید باستان شناسی علمی است محافظه‌کار و سنتی که تا همین دو دهه پیش به شدت مردانه بوده. از 10 سال پیش به این طرف نقطه عطفی در این رشته رخ داد، طوری که حالا 4 مؤسسه تحقیقی باستانشناسی در آلمان و اتریش به دست زنان اداره میشن. بدون این پیشرفت قطعا ممکن نبود که امروز من در این پست باشم. زنان 100 سال پیش در آلمان حق رأی رو به دست آوردن. در این کشور زنان پرنفوذ و قدرتمند زیادی در سیاست، اقتصاد و جامعه علمی نقش بازی میکنن، ولی هنوزم میشنویم که برابری یه زن رو به دنبالش بودن تحقق پیدا نکرده. بله، من فکر میکنم که در بسیاری عرصه ها هنوز برای رسیدن زنان به سطوح مدیریت یک سقف شیشه ای وجود داره. ما در دنیایی زندگی میکنیم که هنوز به شدت مردانه است و اونها شبکه های قدرت خودشون رو مدام باسولید میکنن. خانم بوش معتقد است که نگاه از بالا به زن در آلمان اشکال پنهان و زیرپوستی دارد و پس ذهن خیلی هاست بدون آنکه به آن آگاه باشند. یک مثال بزنم. زمانی که من مدیریت بخشی از این مؤسسه رو داشتم، وقتی با دو همکار مردم که مسن‌تر بودن وارد نشستی می‌شدیم، همه فکر می‌کردن من منشی یا دستیار اونها. و من می‌دیدم که چقدر این تصور جا افتاده که زن باید منشی و مرد مدیر باشه. الکساندرا بوش تنها زنی بود که برای رسیدن به ریاست این مؤسسه وارد رقابت با مردان همردیف خود شد و کم نبودند اطرافیانی که تلاش کردند او را از این کار منصرف کنند. برای من خیلی مهمه که زنها رو تشویق کنم که از گوشه آسوده‌ای که برای خودشون درست کردن بیرون بیان، چون رسیدن به سطوح بالای مدیریت مسیر سنگلاخیه و خیلی از زنها که حتی تواناییش رو دارن از قدم گذاشتن درش میترسن. باید این رو هم بگم، من میخوام رئیس خوبی هم برای زنها و هم برای مردها باشم. موفقیت در کار به بهای شکست در زندگی خصوصی او تمام شده و میگوید برای زنها حمایت جامعه، قانون و کارفرما مهم است. من در میان آشنایان زنم میبینم که چه فشاری رو تحمل میکنن که بتونن هم خانواده و هم کار رو با هم پیش ببرن. اما رسیدن به موقعیت‌های بالای کاری و حفظ خانواده فقط زمانی برای یک زن ممکنه که شریک زندگیش با جون و دل ازش حمایت کنه و پا به پای اون خانه و بچه‌ها رو بچرخونه. الکساندرا بوش معتقد است سیاست‌گذاری برای رسیدن به برابری حقوقی میان زن و مرد نقش محوری دارد و چارچوب‌هایی را به وجود می‌آورد که در آن مردان و زنان با حساسیت و آگاهی بیشتری رفتار خود را بازنگری و کنترل کنند. مریم انصاری، ماینز.
اما یک شب دیگه و معرفی یکی دیگر از زنان موفق ایرانی، نازنین مصباحی، مهندس عمران از بوستون آمریکا، به کمتر از 2 دقیقه از داستان موفقیتش در رشته‌ای مثل عمران برامون میگه که در بسیاری جوامع مردانه به حساب میاد. اصفهان به دنیا اومدم، تهران بزرگ شدم، بعد برای ادامه تحصیل اومدم آمریکا، لیسانسم رو ایران گرفتم، بعد برای فوق لیسانس اومدم آمریکا. هنوزم تعداد آقایون بیشتره توی این رشته نسبت به خانوم ها، ولی اینکه رشته مردانه هست و فکر نمی کنم باش موافق باشم. و اینکه چی شد من اومدم توی این رشته، علاقه داشتم از دبیرستان به معماری عمران علاقه داشتم و خب اومدم دنبال علاقه. اولین چیزی که میتونم بگم اینه که اعتماد به نفس داشته باشیم. من فکر میکنم که توی دنیای بیرون همیشه این مسیج خواهد بود، احتمالش خیلی زیاد خواهد بود، این پیغام، این پیام که هنوز آماده نیستی، نمیتونی، یا اینکه محیط مردونه است. ولی اعتماد به نفس داشته باشین و اگر که باور داشته باشین به باورهات، به قابلیتاتون، حتما موفق خواهید شد. من در این مورد میتونم بگم خودم خیلی مدیون خانوادم و پدر و مادرم هستم. از بچگی خیلی تشویق میکردن به آشنایی به تکنولوژی و علوم. این آشنایی میتونه با گرفتن کتابای مربوط به تکنولوژی یا علوم باشه، خوندن داستانای مال بچه ها از بچگی. کلن این آشنایی رو پدر و مادر رو وقتی فکر میکنم شروع بکنن، خیلی تاثیر ریشه‌ای داره روی بچه ها. صحبت‌های نازنین مصباحی بود، یک زن موفق ایرانی در آمریکا. اگه می‌خواید که داستان‌های بیشتری از زنان موفق ایرانی و افغان بخونید، می‌تونید به صفحه 100 زن سایت ما سر بزنید، صفحه ویژه‌ای که بسیاری از گزارش‌ها رو می‌تونید در اون ببینید، مطالب متنوع بخونید، از جمله مروری بر 60 سال اشتغال زنان در ایران یا داستان‌های زنان موفق از زبان خودشون، همونطور که گفتم. bbcpersian.com ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.